سلام بر همه شما که عاشقان ادب و فرهنگ ایران اسلامی هستید. خب حسب المعمول بسم الله بگیم و هم سخن را آغاز کنیم و هم با همون بسم الله به پایان ببریم. فکر نمی کنم بحث دیگری بتوان کرد که خارج از موضوع بسم الله باشه. ولی تعلم و عدد از سنین و حساب گفت این را من مرتب آفریدم. اگه آشفته بود که شما حساب میتونست در بیاریم. عالم رو طوری آفریده که ما بتونیم حساب عالم رو سر از کارش در بیاریم. هرچی بیشتر سر در بیاریم میشه علم، میشه تکنولوژی، میشه صنعت، میشه همه اقسام پیشرفتهایی که بشر بهش رسیده. یکی هم کتاب تکوین، ببخشید کتاب تکوین جلد دوم. جلد دوم میشه وجود خود ما، یه نگاهی رفی انفس کن، اقرا کتابش، کتاب خودتو بخونه، کتاب خودمون بخونیم. عجب هم علم توش هست، هم تصفیه توش هست، برای اینکه سرچشمه همه دانایی از هم چیزیست که در فطرت ما گذاشتن و هیچ چیز خارج از اون ما نمیتونیم یاد بگیریم. اصلا یه مرزی گذاشتن، گفتن آقا همه تون اولا منطق داره ذهنتون، منطق اروپایی با انگلیسی چه برمی کنه، انگلیسی با ایرانی چه برمی کنه، هیچی فرق نمی کنه. ای همه ما هر کدوم یه آب و هوایی، نه ولی اون که گذاشتن به ذهن شما اون یه برنامه‌ریزی شده است، یه سافت‌وره، قول امروزی ها یه نرم افزاری گذاشتن که تو با اون انگلیسی با اون فرانسوی با همه تو یه جور فکر بکنی و همچنین یه فرمولی که حل میکنی همشون قبول میکنن، شما هم قبول حل کنید، اون یکی حل بکنید. اون چیزهایی که همیشه سرش بحث میکنن به خاطر اینکه فرمولاش به مرتبه کمال نرسیده، یعنی ریاضی نشده، به اون کیفیت منجز و مشخص نشده، وگرنه منطق ما یکیه. تمام اهل عالم کامپیوتر رو میتونن باش کار بکنن، برای اینکه سیستم کامپیوتر سیستم بله نخه وصل و قطع، صفر و یک، سلب و ایجاب، در منطق قدیم خودمون میگن سلب و ایجاب. گفتن که وقتی ام دایره بین نفی و اثبات شد شکل ثالث نداره. چرا؟ برای اینکه دو تاش دو ارزشیه، یا هست یا نیست. البته گفتن که در تناقض هشت وحدت شرط دارن، بلکه نه وحدت، بلکه بیشتر شرط دارن، جداست. ولی طبیعتاً ما اینو مشترک بین هممون. حالا بگن آقا این منطق که این فقط یه قضیه بود، این همه بقیه قضایا چیه؟ اینکه فقط یه قضیه است که فطریه و اون این است که مثلا میگن قضایا قیاسات ها معها، قضایا که قیاس با خودشه، مثلا کل از جزء بزرگتر. اگر الف با ب مساوی باشه، ب با جیم مساوی باشه، الف با جیم مساوی، همه قبول میکنن. اصل عدم تناقض، اصل علیت. حالا گویی که بعضی اصل علیت هم زیر سوال بردن، خیال میکنم که قانون عدم قطعیت هایزنبرگ اصل علیت رو زیر سوال برده، در صورت که هم چیزی نیست، اون یه بحث دیگه است، یه داستان دیگه است. اصلا گفتن یک کسی داستانی تعریف میکرد، بعد یه شخص دیگری آمد و گفت آقا اولا این که میگی پادشاهی مرد بود، اون پادشاه زن بوده، ثانیاً در چین نبوده، در مثلا روم بوده، ثالثاً سه تا پسر نداشته، پنج تا پسر داشته. خب آقا اون یه داستان دیگه است، داستان ما رو چرا خراب میکنه؟ اون یه داستان دیگه است که تو داری میگی. داستان هایزنبرگ، عدم قطعیت هایزنبرگ ارتباطی با مسئله فلسفی نداره. این بحث بدیهیه که هرچی علت میخواد. حتی همونی که داره انکار میکنه نفس همون انکارش اثباته. گفتش که مولانا پس مثال تو چون حلق زنیست که از درونش خاجه گوید خاجه نیست. شما در میزنی حاج آقا میاد دم در میگه که من در منزل نیستم. شما چی میفهمی؟ حلق زن زین نیست، در یابد که هست. پس زه حلقه بر ندارد هیچ دست، میدونه که هست. اون کسی که میگه که آقا قانون علیت درست نیست، میگه آقا دلیلش شروع که دلیل بودن. خب پس برمی قانون علیت اعتقاد داری تو؟ وقتی که بهش میگیم آقا چرا، نمیاد ویالون بزنه که.
نمیاد داستان مثلا فرض کنید ارسلان تعریف بکنه که دلیل میاره، یعنی صحبت میکنه میگه که آقا نمیدونم فلان، پس معلومه تو اعتقاد داری به قانون علیت و این دلیل به اون مدلول میرسونه ما رو. سر از رقه قانون علیت نمیشه که قانون علیت اصله، جز فطرت ما هم هست. به همجرد ممکنه بگه خب آقا این که یه قاعده بیشتر نیست یا دو تا قاعده است، گوی این که قانون علیت اینا همش برمیگرده به همون اصل عدم تناقض، یه اصل بیشتر نیست، اونم برمیگرده به اصل عدم تناقض. خب این یه دونه اصل، پس تو میگه همه علوم رو ما میدونیم، خب به همه علوم هم یه دونه اصله، بقیه اصلا همینجا سرچشمه میگیره. مگه ندیدی که اقلیدوس یه دونه گذاشت اونجا یه اصل گذاشت، گفت یه نقطه خارجی خط فقط یه خط میشه کشی، از همین یه دونه هزار تا قضیه رو ثابت کرد. پس اشکالی نداره، اصلش یکیه و ما در واقع تحلیل ذهن ماست ریاضیات که بهش میرسیم. همه اون چی که ما درک میکنیم به خصوص در علومی که بهش میگن آنالیتیک، که ریاضیات هم و منطق جزء علوم آنالیتیک هست، همه اینها نهایتاً برمیگرده به تحلیل همون موضوع. چون قضیه ترکیبی در منطق خودمون میگن حمل شایع سنایی، حمل شایع سنایی این است که شما میگید این قالی گران است، این قالی زیباست، این قالی سنگین است، این میگن حمل شایع سنایی. برای که محمولتون خبری که داریم میدین راجع به قالی از موضوع سرچشمه نمیگیره، قالی چیز دیگه است، گران بودن چیز دیگه است، بنابراین این موضوع در محمول نیست، ببخشید محمول در موضوع مندرج نیست. اما یه وقت هست که نه، محمول هم خود موضوعه، منطقه یه خود بازش میکنی شما چهرهای گوناگونش نشون میدین، اون وقت این بهش میگن قضیه تحلیلی یا بهش میگن حمل اولی. حمل اولی حمل شیء بر نفس در واقع، حالا اون البته بحث دیگه است. گفتن یک کسی سوار اولاقی بود، یک شوخ طبعی رسید اونجا که آقا شما حمل شیء بر نفس رو جایز میدونید؟ هم حمل شیء بر نفس، بعضی میگن جایز نیست، بعضی میگن جایزه، ولی جایز حمل شیء بر نفس، برای اینکه اصلا نهایتاً تمام ریاضیات به قول برتراند راسل این است که A is equal to A، الف برابر است با الف، آخرش این میشه. منتها تو این تحلیل اینقدر آدم چیزها پیدا میکنه، اینقدر لطایف میفهمه، میفهمه که عجب این مثلث که سه تا زیر گفتیم داره و وضع کردیم، زاویه‌هاش اینطوره، جزرش اینطوره، مثلثاتش اینطوره، سینوسش اینه، کوسینوسش اینه، همش هم از هم یه دونه اولی در میاد، از جای دیگه در نمیاد. شما وقتی میگید آی به اضافه به توان دو زیست با آ دو به اضافه دو آ به اضافه به دو، چه حرف تازه داریم میزنیم؟ همینو حل کردیم، ضرب کردیم، میشین اون یه ضرب تقسیم میکنیم، فرق بین معادله و اتحاد همینه دیگه. اتحاد قضیه همدیگه است، ببخشید قضیه است که همد اولیه، یعنی این بر قضیه با اون بر قضیه یکیه، یعنی در واقع صورت دیگری است از اون بر قضیه. اما وقتی میگید ایگر میشه با ایکس دو، یه تابعی مثلا معرفی میکنه، اینجا نه، این ایکس دو رو از این طرف قضیه در نیاوردیم، این یک خبر تازه است که راجع به ایگرگ داریم میدیم که این تابع به کیفیتی است که ایگرگ برابر با ایکس دو است. بنابراین ما علم در وجود خودمونه، فقط تحلیل باید بکنیم. حالا ممکنه بگن آقا فیزیک و اینها رو چی میگی؟ اونها هم تحلیل عالمه، اونها هم در واقع وقتی که شما عالم رو تحلیل میکنی از خودش چیزایی در میاری، میفهمی خواستش، میفهمی، وگرنه نهایتا میبینیم که همه علوم تحلیلیه، یعنی یه چیزیست که هی ما داریم کند و کاو میکنی توش. سعدی میگه این لطف خدا بوده که خودش رفته قایم کرده، گفته که هر کی منو پیدا کرد بازی میکنم، اونم با ما هم یک بازی های شوخی میکنه، گفتش که تو پرده پیش کشیدی و زشتی ها به جمالت، ز پرده ها به در افتاد رازهای نهانی. پرده رو کشید جلو و گفتش که حالا هرکی منو پیدا کرد، حالا در به در دارم میگردم، دانشکده علم و صنعت داره و خودش کار میکنه. چرا؟ برای که دارن دنبال اون میگردن، منطقه میان درخت رو تجلیل میکنن، اونو تحلیل میکنن، اونو تجلیل میکنن، تو هنر وارد میشن، تمام اینها تلاش برای اینکه اونی که اون پشت پرده قایم شده پیداش بکنه.
و این لطف کرده که پنهان شده تا تو بتونی تمام این اسرار رو و اون اسماء رو که گفتش که در مدرسه عالم با حق چو شدی محرم بر صدر ملک بنشین تدریس اسماء کن. تو وقتی که خداوند علم آدم الاسماء کرد و اونا رو بهت یاد داد، اینا رو گذشته تو وجود ما، همه اسماء رو یواشکی اون پشت گذشته، منتها تو باید تلاش کنی، پرده برداری کنی، پیداش کنی. علم در واقع کشف حجابه از اون چیزهایی که خداوند در دل ما نهاده. وقت اخلاق هم همینطوره، اخلاق هم در وجود ماست. هر چی چیز کار خوب که باید بکنی یا کار بد که نباید بکنی به خودتون مراجعه کنی، قلبتون رو بذارین جلوتون، این همون منطقتون گذاشین جلوتون، منافعتون نذارین جلوتون. منافعتون گذاشین جلوتون حجاب میشه. اغراض کلن یه قرضی که آمد، چون قرض آمد هنر پوشیده شد، قرض که میاد هم علم پوشیده میشه، هم هنر پوشیده میشه، هم علم پوشیده میشه. این حکایت بارها گفتیم که وقتی نصرالدین پرسیدن ازش که آقا این گاو شما تو مزرعه لگد زده، گاو ما رو کشته، این تاوان داره؟ شرعن گفت نه، چه تاوان داره؟ گاب شورش نرسیده زده، صاحبش مبود. گفتن ببخشید ما اشتباه کردیم، گاب ما لگد زده به گاب شما، گاب شما رو کشته. خب بله، بعضی از فقها فتوا دادن که تاوان داره. اینه بهش میگن نفس. عقل یه جور حکم کنه، طریق العقل واحد، طریق العقل واحد. اگر ما تمام دعوا به نفسانیت ماست، وگرنه عقل ما نهایتاً اگرم اختلاف نظری پیدا بشه میشن با هم بحث میکنن، به واحد میرسن. عقل ما فطرت الهی ماست، رسول داخلی ماست، اونجا اختلاف نیست. نظامی میگه که زهر عقلی مبارک بادم آمد. وقتی خسرو شیرین تموم کردن همه گفتن احسن، زهر عقلی مبارک بادم آمد، طریق العقل واحد، طریق العقل واحد یادم آمد. بنابراین ما برای همه نیازهای علم و تزکیه باید مراجعه کنیم، هم به کتاب بیرون و هم به کتاب درون خودمون. هم کتاب الله رو بخونیم، کتاب الله اکبر رو، حالا البته اون اکبرش باز خود ما هستن، و فی کن تول عالم الاکبر، اما هم کتاب تکوین رو و هم کتاب تدوین. چکار میکنه اینجا؟ کتاب تدوین مذکره، کتاب تدوین برای که یادت رفته که به این کتاب آراده بخونی. یک نفر آمده که آقا بچه رو نمیری بخونی اینا رو؟ مگه نگفتن بهت که این قرارداد رو بخون؟ مگه با قرارداد نکرده بودن که از این ور نرو از اون ور برو؟ چرا گوش نمی کنی؟ رسول مذکره، یعنی علم احد الیکم یا بنی آدم، یعنی تو فراموش کردی که عرستو به رب بکن قالو بلا که اونا گفتی بله، اینا رو فراموش کردی. بنابراین ما باید برگردیم به کتاب الهی و کتاب درون و بیرون. منتها کتاب وحی رو باید به عنوان مذکر و ادبیات رو به عنوان مذکر بخونیم. حالا کتب آسمانی، البته به خصوص قرآن که تنها کتاب آسمانی است که متنش عیناً و بی هیچ دخل تصرف و بی هیچ ارشبت که انحرافاتی در طول قرون به جا مونده و به علت فصاحت و بلاغت و جمال و اعجازی که در کلامش هست چیزی نتونسته واردش بشه، معتبرترین نامه ایست که خداوند برای ما فرستاده. البته کتاب آسمانی دیگر هم باید خون، من توصیه میکنم کردم بارها به همه عزیزان که کتاب آسمانی رو بخونید، اگرچه که اونها بعضیش ترجمه است، یعنی حتی از یونانی متن اصلیش ممکن نباشه و در ترجمه هم به هر حالی مشکلات پیش میاد، ولی بوی خدا رو میشنوید شما. اگر انسان شامش نسبت به اون معنی الهیت حساس باشه، بوی خدا رو میشنوه از هر کتابی که اون بو رو داشته باشه.
بنابراین من توصیه‌ام این است که بریم به دامن ادبیات، چون ادبیات ما رو میفرسه به دامن وحی، میفرسه به هم به دامن وحی مدون و هم به دامن وحی تکوینی. ادبیات هم در واقع مذکر یادآورنده است. حالا برای اینکه امروز خدمت دوستان یک بخش تازهی، مسئله تازهی رو ترک کرده باشیم، من میخوام که از عطار صحبت کنم که هم به معرفت برسیم، به علم، هم به تزکیه، که هفت شهر عشق مسیر تزکیه است. مسیر این است که ما چطور پاکتر و پاکتر بشیم، و مهمترین پاکی، پاکی از همین وجود ماست. یه خانم انگلیسی که معاصرم هست، از زنان واقعا عارفه دنیاست، میگه که ما خود گناه خویشیم به بودن، نه به کردن. گناه یک چیز بودنیه، نه کردنی. مهمترین گناه ما اینه که هستیم در برابر او و ادعای فرعونی میکنیم. هستی ما خار گلستان وجود است. با رویت گل آفرین، از خار توبه. من توبه کردم از این هستی، توبه کردم از این فرعونیت، و این هفت شهر عشق در واقع منتهی میشه به این توبه بزرگ. حالا من برای اینکه شما بدونید ادبیات ما چقدر غنیه و چقدر لحظه به لحظه شما رو وارد معارف الهی میکنه، یه 20 بیت از عطار براتون میخونم که پرنده ها رو نمایشنامه نویسه دیگه عطار. اول کاراکترها رو آورده رو سن، این کار رو میتونن بازیگرها بکنن، یک سنتیست که میتونن ازش استفاده کنن. گوته وقتی که نمایشنامه کالیداسا رو خون، که گفتن مدتی اصلا غیب شد، از خونه بیرون نمیامد. کالیداسا یک نویسنده هندیه که این نمایشنامه نوشته به نام شاکونتالا یا خاتم گم شده. خاتم گم شده یه مدتی دیدن از خونه بیرون نیامد. بعد که گفتن کجا بودی آقا این چند مدت، گفتش که داشتم کتاب شاکونتالا رو می‌خوندم. و اینقدر این کتاب مستش کرده بود که مکرر من گفتن که بهترین خاطره زندگی او رو تشکیل داده. اون وقت یه چیزی، چون خودم نمایشنامه‌نویس بوده، یه نکته‌ای رو از این تئاتر گرفته. و اونی که در اول تئاتر کار خوب اینه که اون به اصطلاح کارگردان و منیجر اون تئاتر میاد روی سن و میگه که من میخوام امشب برای شما یه داستان بگم، و شروع میکنه توضیح دادن که داستان ما اینه، بازیگرای ما اینا هستن، این افراد که کاراکترها هستن و این خطها رو ما داریم دنبال میکنیم. خوبه این کار، و این سنت است که عطار خیلی قشنگ به کار برده، که اول میخواد داستان پرندگان بگه، در مقدمه پرنده ها یکی که صدا میکنه نصیحت میکنه، و تو همین نصیحت کل داستان اولا میگه و همه تعلیمات خودش رو تا آخر داستان گنجونده به عنوان براعت استحلال، چون گفتن در مقدمه آدم باید طوری صحبت کنه مثل اینکه تا آخر رو همه اشاره بکنه به اون چی که کل داستان هست. مرحبا ای هدهد هادی شده. اولا چقدر موزیکاله، مثل که ارکستر آورده روی سن عطار، ارکستر الهی. و اینا رو پرنده ها که ماها هستیم، هر کدوم از ماها یه بهونه هایی میاریم و نمیخواییم به اون راه بریم، یه بهونه هایی داریم. یکی میگه آقا تو دنیای تکنولوژی آدم که عرفان کجا میتونه بخونه، یکی میگه که نمیدونم این گرفتاری زن بچه، نمیدونم آب برق تلفن، هزار مشکلات دارن آدم و میخوان فرار بکنن. عطار اینا رو جمع کرده یک یکی نصیحت میکنه که عزیز من تو مشکلی نداری برای اینکه این مسیر رو طی بکنی. مرحبا، البته هدهد که خودش پیغمبره و به اصطلاح رمز پیامبرانه، که میاد و پرندگان رو دعوت میکنه. اولا بهشون میگه که پرنده ها چون اول بار که تو داستان میگه جمع شدن، گفتن که چون بود اقلیم ما رو شاه نیست، تو همه پادشاهی دارن، بالاخره کشور ما پادشاهش کجاست؟ گفت که شاه داره اقلیم، شما خبر ندارید، در فلان جاست، محلش پشت کوه قافه، در حمای عزت و قاف قدرت در اونجاست. اولا همه شما دوست داره،
و ثانیاً دعوت هم کرده، اینم دعوت نامشه، دعوت کرده گفته که همتون تشریف بیارین. قل تعالو، قل تعالو گفت حق، ما به جذبه حق تعالی میره، گفته که بیاین. فتبعونی، یه نفر فرستاده در واقع این حرف هدهده، این کنتم توی بون الله فتبعونی، دنبال من را بیفتین و ببینیم از کدوم ور میرم، شما از هم طرف بریم. مرحبا ای هدهده هادی شده، در طریقت پیک هر وادی شده، ای به سر حد سبا سیر تو خوش، با سلیمان منطق و طیب تو خوش. اسم داستانو جا آورده، با سلیمان منطق و طیب تو خوش. خوشا زمانی که ما مثل سلیمان منطق و طیب رو یاد بگیریم، علم نا منطق طیب، یعنی زبان همه پرنده ها رو یاد بگیریم، زبان همه آدمیزاده رو یاد بگیریم. هر انسانی یه زبون در بر خودش، بریم تو دل آدم ها بپرسیم تو چونی، چگونه ای، من میفهمم تو چی میگی، تو کارت اینه، شغلت اینه، قصه رندگی چیه، ما خبر بشیم از دل هم دیگه. بسیاری از بدی ها که آدم ها میکنن خاطر این که خودش نمیتونه همزبان بکنه با اون طرف دیگه. اینه که گفتش که با سلیمان منطق و طیر تو خوش، دیو را در بند و زندان بازدار، تا سلیمان وار باشی رازدار. اگر میخوایی مثل سلیمان بشی، بایستی که مثل سلیمان دیو رو در بند بکنی، مثل تعمورس دیو را در بند و زندان بازدار، تا سلیمان وار باشی رازدار. دیو را وقتی که در زندان کنی، زندان من است که یه جایی محصولش بکنی، یعنی در زندان قدرت خودت قرار بدی و ازش استفاده کنی. دیو قدرته، منتها قدرتش که محالش در رفته، دست شما نیست. اگه بتونی شاخشو بگیری و مطیع شما بشه، دیگه قدرت دیو نیست، فرشته است. هر دیوی اگر به دست آدمیزاد بیفته کارا خوب میکنه، کمان که دیوا کی بود؟ قصر برای سلیمان کیا ساختن؟ تمثال و محاریب و اینا رو کیا ساختن؟ همین دیوا میساختن دیگه. چون سلیمان باش تا دیوان تو، سنگ بردن دست به ایوان تو. دیو را وقتی که در زندان کنی، با سلیمان قصر شازرگان کنی. یکی در میانم حالا ارکستر گوره بر میزنم، خه خه ای موسیچه موسا صفت، خیز و موسیچه پرنده یه به مناسبت موسا میکشمت شاستان به موسا، ای موسیچه موسا صفت، خیز و موسیقار، نه موسی با موسیقی، موسا با موسیچه، خیز و موسیقار زن در معرفت، همچون موسا دیده آتش دور، لاجرم موسیچه در کوه تور. شما اگر که اون آتش رو ببینید میشه موسیچه، من تا یه موسای کوچولو، ما میشه یه موسای کوچولو که همچون موسا دیده آتش دور، لاجرم موسیچه در کوه تور، هم ز فرعون بهیمی دور شو، هم به میقات های و مرد تور شو. اینم خطاب به موسیچه که باز خطاب به همین هست. اون سیتا مور هم که پرسش دیگه دیدن، اونا هم میفهمن که اونم نیستن، اون سیتا مور خودشون هم، اون سیتا مور اون آینه بوده اونجا، حضرت هم نبوده و خیال میکنن که رسیدن به سی مور رو، بعضی هم خیال میکنن که سی مور خودشون هم و خدا رسیدن به خدای بشر به خلیصه خودشون. اون محصول این نیست، محصول افتار، محصول این هست که میرسن اونجا و بعد سی مور بهشون میگه که سی مور نیست خودتی، کنم از دو کی هستی با من دیان هم هست و محب ما گردی با صد ازناد و محب بشید. بعد وقتی که محب شدن یه کسی از اونها خبر ندارد، حتی خطرارم هیچ گزارش از اونها ندارد. بنابراین حافظ گفتش که بعد از این نور، گزارش بعدش حافظ داده که بعد از این نور به آفاق دهم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخش. انسان میتونه که این غبار نیتش رو به تدریج محب بکنه در اون خورشید برسه و مثل چراغ بدرخشه تو جامعه و سربلند بشه. هر کس او رو دید بگه زهی آدمیزاد، زهی ایرانی، زهی مسلمان، بهتر از این من آدمی هستم. باعث افتخار مسلمانی، باعث افتخار ایرانی بودن و باعث افتخار قوم و ملت و خانواده و شخص خودش بشه. و فرنند آقایی و بسر.